به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر همگیتان، روزتان بخیر. امیدوار هستم روز خوبی را آغاز کرده باشین و بتونیم با موفقیت هم سپری بکنیم و همیشه صحتمند و سلامت باشین. امروز موضوعی که انتخاب کردیم در برنامه برمیگرده به موضوع صحی و کسایی که خواب راحت ندارن. اکثریت از پیام هایی که دریافت کرده بودیم برمیگشت به این که ما چگونه بتونیم خواب راحتی داشته باشیم از نگاه کیفی و کمی. در ارتباط با همین مورد صحبت میکنیم، شما هم بیننده باشیم. پل های ارتباطی ما هم در اختیار شما عزیزان هست. 0220-220-93 شماره تماسی هست که میتونیم مستقیما با برنامه وصل شوین. 488 بعد از او کلید 47 که پیام های صوتی تون میتونن از این طریق بر ما ارسال بکنین و همچنان صفحه فیسبوک یا رخنمای برنامه رسم زندگی را هم هیچگاهی فراموش نکنین. در قسمتی که شما اسم دوستایتان از جستجو میکنین، در اونجا به فارسی نوشته بکنین رسم زندگی و این صفحه ما هست که در تصویر میبینین، میتونین از همین طریق با ما در ارتباط باشین، تعقیب بکنین سفر، یعنی فالو بکنین و لایک بکنین و موضوعاتی که به اشتراک گذاشته میشه نظریاتتون رو با ما هم شریک بزنین. اگر پرسشی هم دارین میتونین در لابلای برنامه هم بپرسین. موضوع امروزی ما هم براتون یادآور شدیم چگونه میتونیم خواب راحت داشته باشیم. جناب سید کمال جلال، متخصص امراض روان و اعصاب، امروز در کنار ما هستن. وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید. سلام برای شما دوستایی که میبینن، هم عرض ادب دارم، خدا کنه که خوب و صحتمند و سرحال باشن. سلامت باشین. ما همچنین نوروزی رو بر شما داریم. میخوایم که در مورد خواب راحت کمی صحبت بکنیم. اول بفهمیم تعریف و مفهوم واقعی خواب، بعد از او بپردازیم به عوامل و مشکلاتی که ایجاد میشه برای یک فرد. ببینید، خواب یک موضوع بسیار جذاب بوده، هم برای دانشمندان، هم برای محققین، هم به خاطر هنرمندا. مگر چیزی که معلومات ما امروز نسبت به خواب داریم، حداقل نتیجه کارکرد 6 دهه است، در حالی که بیش از چندین، شاید بیشتر از صدها سال باشه که مردم راجع به خواب کار کرده باشه. سابق فکر میکردن که زندگی 24 ساعته ما شما شامل دو مرحله است، بیداری و فقدان بیداری، یعنی خواب و بیداری. مگر بعد از نیمه تحقیق دانشمندان فهمیدن که نه، ما سه مرحله رو داریم در 24 ساعت خود. مرحله بیداری ما شماست، مرحله خواب ریم است و خواب نن ریم است. معمولا اگر خود خواب یک پروسه مغلق و پیچیده است که حاصل تعامل مناطق متفاوت مغز، چی از لحاظ رفتاری، چی از لحاظ روانی و چی از لحاظ روانشناختی، این مناطق با هم با همکاری و ماهنگی با هم کار میکنن، بالاخره فرایند خواب با وجود میاد. خواب یک وضعیت منظم، تکرار شونده و با سادگی برگشت پذیر ارگانیسم است که نسبت به حالت بیداری آسانه تحریک پذیری به مراتب ایجاد زیادتر است، یعنی به اندکترین چی مریض از نسبت به حالت بیداری چی زود بیدار میشه. از لحاظ ساختار ما خواب به دو قسمت تقسیم میکنیم، خواب ریم و خواب نن ریم، یعنی خواب با حرکات سریع چشم و خواب بدون حرکات سریع چشم. معمولا خواب از مرحله اول بدون حرکات سریع چشم یا نن ریم شروع میشه که خودش در ذات خود 4 مرحله داره. مرحله 1، 2، 3 بیشترین فعالیت های وجود ما شما یا فعالیت های کارکردی وجود ما شما در خواب نن ریم کمتر میشه. مثلا تعداد تنفس، ضربان قلب، فشار خون، حرارت وجود، این موارد نسبت به حالت بیداری کمتر میشه. برعکس خواب ریم که داریم که با حرکات سریع چشم است، اینجا بیشتر فعالیت ها نسبت به حالت بیداری بیشتر میشه. حتی این خواب به نیمی خاطر این خواب متناقض یا خواب پارادوکسال هم میگن. بیشترین اختلالات خوابی که ما سر صحبت میکنیم یا ارتباط میگره، یعنی مراحل خواب مختل میشه، چی مراحل نن ریم و چی مراحل ریم. مثلا بسیار کسا شاید تجربه کرده باشن، بسیار اطفالی هستن که در خواب میگردن، خوابگردی دارن یا سلیپ واکینگ دارن. یعنی کسایی هستن که مرحله سوم و چهارم خواب نن ریم یا خواب عمیقشان مختل میشه. معمولا این مشکل پیشان ایجاد میکنه. اگر ما در مجموع سر اختلالات خواب صحبت کنیم یا سر بیخوابی صحبت کنیم، به شکل خلاصه را طبقه بندی میکنیم، ارتباط میگره با مشکلات طبی ما، ارتباط میگره با مشکلات روانی ما، ارتباط میگره با خصوصا بیخوابی اولیه، زیادتر ارتباط میگره با اصول بهداشت خواب. بله. یعنی بعض یا ایره ما در زندگی خود مراد نمیکنیم، بعض دواها خصوصا سیگارت، الکل، بعض دواهای عصبی، امراض عمومی طبی، مثلا کسایی که از درد رنج میبرن، کسایی که مشکلات سیستم تنفسی دارن، مشکلات قلبی دارن، استما دارن یا نفس تنگی دارن، کسایی که افسرده هستن، اضطراب دارن، تشوشات شخصیتی دارن، اختلالات سایکوز دارن،
40% کسایی که بیخواب هستن حتما در پالی از دی که مشکل بیخوابی خود دارن شاید یک نوع از اختلالات روانی هم در رنج باشن. دوا خودش سیگرت، کافئین، نیکوتین، بعض دوای افسردگی مثلا فولکزاتین و امثال هم اینیا میتونه که در مجموع خواب مختل بسازه یا خواب ما را از لحاظ کیفیت و کمیت مختل بسازه. که میتونه یک بحث خیلی بزرگ بشه انشاءالله در یک برنامه مختصر در ارتباط با این صحبت میکنیم. میخوایم در مورد موضوعی که از شما بپرسون برمیگرده و مشکلاتی که بر هموطنان عزیز ما پیش اومده و بیشتر میخوایم در موردش بفهمن این که طبقه سنی چقدر باید از نگاه خواب در هر طبقه سنی متفاوت باشه و همچنان این که خواب راحت داشته باشن. بعضی افراد هستن که خواب میکنن، مدت زمان طولانی در خواب هستن اما نمیتونن که خواب راحتی داشته باشن و وقتی که دوباره از خواب هم بیدار میشن حالت کسلی و خستگی برشون دست میده. ببینید معمولا نظر به ضرورت یا نیاز وجود متفاوت است. پیش کودکا، پیش جوانا و نوجوانا، پیش بالاخره اشخاص کهل یا بزرگسال. معمولا اطفال یا نوزادا میگن که در 24 ساعت الی 17 ساعت و 18 ساعت به خواب ضرورت دارن. سن که بزرگتر شده میره نیاز خواب کم شده میره. اطفالی که در دوره ابتدایی ضرورت دارن مثلا بعد از 5 ساله و 6 ساله یا به حد اوسط در روزانه برای 10 ساعت خواب ضرورت دارن. یک چیزی که جمع میخوایم که برش اشاره کنم او ای است که شاید 4 هفته بعد نصاب سال تعلیمی آغاز میشه بخیر اطفال و کودکا و کلگی میرن برای مکتب. معمولا در بیشتر کودکا خصوصا دوره ابتدایی و کلگی شایدش است که تقریبا حاضری از ساعت 7 صبح شروع میشه. درست؟ و اکثرا ما شما متوجه شدیم که کودکا در هفت صبح نارام، ناراحت، عصبی، گریان آلود، خوابالودگی دارن چون از طرف شما خواب از لحاظ کیفیت پوره نشده. حداقل در این سال کودک برای 10 ساعت خواب ضرورت داره. درست؟ اینال کودکی که هفت صبح باید مکتب بره حداقل یک ساعت وقت‌تر باید مادر او را از خواب بیدار کنه که آماده شوه. وقتی که ما محاسبه میکنیم شاید کودک 8 ساعت هم نخوابیده. 2 ساعت 3 ساعت هر روزی که تیر میشه خب کودک کمتر میخوابه. اینی هم سر روند جسمی کودک، هم سر پروسه روانی کودک و هم سر کارکرد تحصیلیش تاثیرات سلبی داشته باشه. اگر کسایی که مسئولیت دارن خصوصا مقامات وزارت محترم معرف در این مورد یک توجه اگر داشته باشن بین امی وقت حاضری کودک ها را یا خصوصا صنفای اول دو سه را اگر امکانش باشه را تغییر بدن. و یا هم که بعدا راجع به اصول بهداشت صحبت میکنم فرمولا هم باید یک اندازه مسئولیت بگیرن. بله. که حد اقل برای اطفال خود خصوصا برای کودکا باید 10 سال کم از کم باید 10 ساعت بخوابن. تنها از طرف شب همین 10 ساعت هست یا از طرف روز هم میتونن کمی خواب تکمیل بشه؟ ببینید مناسب ترین وقت خواب شب است. در اصول بهداشت خواب یا در قوانین خواب میگن که باید هیچ وقت ما از طرف روز باید نخوابیم. صرف کسایی میتونن که از روز بخوابن که خواب روزشان برای خواب شب کمک کنه. مثلا کسایی که اختلال نارکولپسی دارن او هم یکی از اختلالات خواب است که در جریان کار سرزو بر دلقه 15 دقیقه حملات خواب می که هم یک بحث دیگه با سرش صحبت میکنیم. اینی مردم میتونن که از طرف روز برای نیم ساعت او هم خوابای پلان و برنامه شده روی تقسیم اوقات بتونن که بخوابن. به غیر از او میگن از طرف از خواب روز باید اجتناب شوه تا حد امکان اجتناب شوه از طرف شب و بهترین وقت شب هم تقریبا بعد از 9 شب است که باید ما به بستر خواب بریم. نظر به هر کسی باید بفهمه. ما میگم مثلا پیش بزرگ سالا ما میگیم که در 24 ساعت بین 7 تا 8 ساعت خواب نیاز دارد دارن. خب فرق میکنه. شاید احمد برای 6 ساعت خواب وقتی که از خواب بیدار میشه آیا سر حال است یا نیست. بله. خواب بلدگی داره یا نداره. میتونه که کل روز راحت بدون خوابالودگی و سرازندگی داشته باشه. اگر این صفات بود خدا کنه که بعد از 5 ساعت بعد دست آماده باشه، برعکس خدا کنه که بعد از 9 ساعت بعد. یعنی هر کس باید ضرورت یا نیاز خواب خودش پیش خود ارزیابی کنه که ما در 24 ساعت با چقدر خواب ضرورت دارم. صحبت ها شما رو میشنیم دکتر صاحب. بعد از یک میان برنامه خیلی کوتاه خیلی زود برمیگردیم. 0-2-220-993 هم در اختیارتان هست. باز هم خوش آمدین. 0-2-220-993 شماره تماس ما هست. میتونین که تماس بگیرین، پرسش هایی که در ذهنتان هست با دکتر صبح در جریان بگذارین. در ارتباط با خواب در طبقه سنی صحبت میکردیم و ادامه صحبت ها رو میخواییم که داشته باشیم که برای نوجوانان و جوانان چقدر ساعت خواب توصیه میشه که باید چند ساعت در طول روز یا شب بخوابن. ببینید برای بزرگ سالا در حدود ما تقریبا بین 6 الی 9 ساعت خواب ضرورت داریم.
خب 2004 تحقیقی که تقریبا برای 4 میلیون انسان صورت گرفته بود، بالاخره پرسشنامه که دوتا یک کده بودن، اکثر کسایی که جواب داده بودن گفته بودن همین جوانا و نوجوانا تقریبا بر 7 ساعت خواب. در 24 ساعت حد اوسط خواب 7 ساعت است. مگر این حتمی نیست. ما هم کیفیت را نظر میگیریم هم کمیت. چرا ما با طبق معمول شارت سلیپر یا کسایی هستند که در 24 ساعت با کمتر از 6 ساعت خواب نیاز دارند. وقتی که 6 ساعت میخوابن از طرف شب، بیدار میشن صبحانه، احساس خوابولدگی ندارن، سرازندگی دارن، احساس نشاط دارن، تازگی دارن و توانمندی انجام امورات خود دارن. یعنی بیخوابی مانع پیشبرد امورات یا میشن نمیشن. برای ما این هم مهم است. تنها این مهم نیست که یک کس اگر 6 ساعت خواب، کمتر از 6 ساعت خواب کرده، ما حکم کنیم که حتما بیخواب است. یعنی می قسم بعضی کسا به شکل نرمال پرخواب هستند که برای پیشبرد امورات یومی خود یا به خاطر از اینکه باید سر حال باشن، نشاط داشته باشن، تازگی داشته باشن، در 24 ساعت بیشتر از 9 ساعت خواب. بله دکتر، صبح تماس داریم با معذرت. سلام، وقت شما بخیر. شما خوب هستین صحتمند؟ ممنونتان، خوب هستین. سلام، من باشه برادر. خواهر عزیز، از دکتر صاحب یک سوال داشتم. میتونم پرسان کنم؟ بفرمایید. در طول 24 ساعت ما یک ساعت خواب صحیح نداریم. درست؟ چقدر وقت میشه برادر؟ تقریبا 2 ماه میشه دکتر سید. خب میشه کمه که دیگه معلومات بتی برم که دیگه چی مشکل داره برلوی بیخوابیتان؟ اما تو سرم پیشانه درد میکنه، خلاص دیگه کدام مشکل ندارم. خب سایز پرتان معلومات میکنم. ممنونتون، سلامت باشین. بفرمین دکتر صاحب، بایم آزو بپرد. گفتن برادر که خواب ندارم، شاید مبتلا به بیخوابی باشه. ما بیخوابی رو به 3-4 طبقه بندی تقسیم میکنیم. کسایی که به شکل گذرا کمتر از یک ماه میشه که بیخواب هستن، کسایی که متوسط بین یک ماه و 6 ماه میشن و کسایی که به شکل مزمن است. تقریبا بین 30-50% نفوس جامعه از بیخوابی شکایت دارن یا در رنج هستن و 10%شان هم با شکل مزمن، یعنی ماها و سالها هستن که از بیخوابی شکایت دارن. ما در شروع اشاره کردم برای علتاش، شاید از لحاظ امراض روانی، افسردگی، اضطرابات، اختلالات شخصیت هم میتونه که بیخوابی رو به وجود بیاره. از لحاظ دواها، بعض دواست که بیخوابی رو به وجود میاره. بعض امراض وجودی است مربوط به قسمت های بدن ما، مثلا مربوط به تنفس، مربوط به قلب، مربوط به کلیه ها، یعنی موارد هم میتونه. این حالا بهتر است که برادر بره با یکی از دکتر صاحبا در این مورد مشکل خود در میان بگذاره تا اینکه علت بیخوابیش معلوم شوه. توصیه ما برشی است که تا وقتی علت بیخوابیتان معلوم نشده دوای خواب مصرف نکنه. بله، بعضی کسا هستن که دوای خودسرانه استفاده میکنن و همون باعث میشه که مشکلات دیگری هم برشون به بار میاره. در ارتباط با موضوعی که بیشتر میخوایم تاکید بکنین، این هست که بعضی از جوانها هستن که مدت زمان طولانی را خیلی خواب میکنن و خوابشون از حد نرمال خیلی زیاد هست و توجه به این موضوع هم ندارن و بعضی آیا این خودش میتونه یک مشکل باشه یا عادتی هست که برای همون فرد به میان آمده؟ ببینیم، مهم است که هر کسی بدانه که در 24 ساعت من چقدر خواب نیاز دارم. بیخوابی و پرخوابی، ما به شکل نرمال گفتیم که هم لانگ سلیپر داریم هم شارت سلیپر داریم. در اصول بهداشت خواب، بعد از اینکه ما فهمیدیم یا شخص فهمید که در 24 ساعت چقدر خواب نیاز داره، بله، میگن که فقط اونمو وقتایی که به خواب است، مثلا بعد از 9 شب الی 7 ساعتی که سپری میشه، 8 ساعتی که سپری میشه، اونم وقت از بستر خواب باید سپری کنه. بیش از وقت سپری کردن این حالت باعث متقطع شدن خواب. شاید برای یک روز دو روز هیچ مشکلی نداشته باشه کسی که بیشتر از چند ساعت میخوابه، یا 10 ساعت، 12 ساعت، 13 ساعت، یا بیشترین وقت به بستر خواب سپری میکنه. پس آنها باز اینمی صفتشان باعث قطع شدن خوابشان میشه. شاید که پس آنها وقتی که خواب میکنن هر 2 ساعت بعد، 1 ساعت بعد از خواب بیدار شون، که باز پس آنها مشکلات بعدی بیخوابی رو به وجود میاره. در بعض موارد میتونه استثنایی وجود داشته باشه که بیشتر خواب بکنید. پیش که مثلا ما داریم به شکل نرمال هایپرسومنیا، یعنی می قسم که بیخوابی یک اختلال است، پرخوابی هم یک اختلال است. سابق کسایی که پرخواب بودن فکر میکردن که یا تنبل هستن، کسایی که پرخواب بودن فکر میکردن که شاید یا تمارز یا تمثیل میکنن، کسایی که پرخواب بودن فکر میکردن که یکی از صفات نادرست شخصیتی است. بالاخره پس آنها متوجه شدن که نه، کسایی که پرخواب هستن علتهای دیگه هم در قبالش است. مثلا ما اختلالات اپنی های انسداری داریم. زندگی روزمره در بیشتر فرمولا شاید باشه، کسی هستن که وقتی که میخوابن در جریان خواب خورپوف بیشتر دارن. بله.
یا کسایی هستند که قسمت طریق تنفسی علویشان امون مجرا یا که باید اکسیژن تنفس باید صورت بگیره اونو یا به شکل نسبی یا به شکل تام مسدود است. اینا به قدر کافی خواب بر مغز نمیرسه. بله. یا کسایی هستند که همیش خواب بلود هستند، هم از طرف روز شاید هم از طرف شب، چون خوابشان از لحاظ کیفیت مختل شده. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمده. سلام با شما، سلام با دکتر صد، خوب هستید؟ ممنونتان، سلامت باشین. بفرمایین، پرسش که داریم مطرح بسازیم. من از زیاف گنگس می باشم، اگه دیگر روی روز زیاف گنگس می باشم، زیاف تشویشی استم، هم یک دیگر که دمی دلم کار میکنم تا همه تو گنگس بیال هست و میفتم. دکتر صد، سوال داره؟ چقدر وقت میشه از تشویشتان؟ ما تقریبا 1.5 سال میشه که نامزاد شدیم، از وقتی که نامزاد شدیم این قسم شدیم. یک سواله که باید بپرسم از پیشتان، نامزادتان بدلتان بوده یا نبوده؟ نامزادم بدل ما از نمازی افکتم دوا میکنه یا جنگ میکنه، هیچ روی خوبی هم روی نمیکنه. ما برتان کوتا معلومات میکنم. ممنونتان خواهر عزیز از که تماس گرفتن. دکتر صد، بپرسم یک چیز کوتا ببینیم. متاسفانه هیتر نیست که هر دو انسان خوب درست در آینده یک زوج خوب هم باشن، یعنی یک زوج موفق هم باشن. شاید که امی همشیره و هم نامزادشان از لحاظ اخلاق، از لحاظ کرکتر بسیار مردمای خوبی باشن، مگر آیا یا دو نفر در آینده یک زوج خوبی هستن یا نیستن؟ اینی رو باید فرمولا در نظر بگیرن. یه چیز بسیار مهم است. چیز دیگه که بسیار مهم است اون نقاط اختلافی است. مثلا هر انسان فطرتا نقاط اختلافی خود داره. ما باید هم برزی و هم بر نامزادشان فرصت بدیم تا نقاط اختلافی خود را بشناسن و حل کنن. گفت از روزی که نامزاد شدیم نامزاد کتما بسیار جنگ میکنه، شاید هم دلش اینمی نقاط اختلافی از زیاد، شاید در 10 مورد زندگی، در شاید در 5-6 مورد ای با نامزاد خود نقاط اختلافی نداشته باشه، یعنی در بیشترین موارد با هم نظر و هم نوا باشن، 2-3 مورد نقاط اختلافی است. درست او که هزار لحاظ است. اینا صحبت های زیاد که شروع میشه از نقاط اختلافی شروع میشه. بله. بجای زی که صحبت از نقاطی که با هم میچ میکنن توافق میکنن. توصیه ما بر ازی خوار و به نامزادشان اینمی است که لطفا نقاط اختلافی تان کنار بگذاره. نقاط اختلافی اگر حل میشد امروز افغانستان به بحران نمیرفت. یکی دیگر رو میپذیرفتن. این همی قسم اگر سر نقاط اختلافی صحبت کنه شاید این نقاط اختلافی باعث شد که شما در آینده یک زوج کامیاب نباشه. سر مواردی که با هم سازش داره، توافق داره و هم نظر است، او را تقویه کنه. شاید مشکلتان حل شود. بله. بعضی کسا هستن که در طول روز مشکلاتی را سپری میکنن و نظر به همون استرس ها نمیتونن که خواب راحت داشته باشن. و همین مورد بر ما گفتن که چگونه میتونیم که همین استرس در هنگام خواب و یا تشویش که داریم دور بسازیم. ببینه بهترین روشش ما برشان توصیه میکنیم اصول بهداشت خواب. و امروز هر کسی ساده عادت موبایل داره، اینترنت داره، میتونه که در گوگل سرچ کنه که قانون خواب، اصول خواب، بهداشت خواب چی است. کوتاه ما اشاره میکنم. یک اشاره است که میگه باید که عموم مدت زمانی را که ما باید میخوابیم باید به بستر بخوابیم، نه زو زیاد نه زو کم. ادامه صحبت هایتون دکتر صد میشنویم. با معذرت تماس داریم. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام خواهر گرامی، سلام به شما. ممنونتون، سلامت باشین. بفرمایید سوال که دارین بپرسید. شیرزاد هستم از سیرایی علاودین دو خط تماس هستم با شما. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. صدای ما رو میشنوید؟ بله. اگر صدای ما رو میشنوید صحبت بکنین تا ما بتونیم سوال شما رو بگیریم. من 46 سال هم دارم. یک حادثه دلخراش ترافیکی با وقوع پیوست بود از سال قبل. در یک حادثه من بسیار سریع زخمی شدم، 3 نفر شهید بود و من زخم برداشتم. یک اصطلاح تیبی هستن که تراخیستومی میگن که یعنی پیب اکسیژن از برون میگرفتن. بعد از اون دیگه که 1 سال به سر بسیار حالت ها خراب بود، حالت سیمه، یه 6 سال بعد دیگه خوابم کم شده، حالت اضطراب است شب و روز. دکتر صاحب سوال داره؟ حالا صرف بخواب است برادر یا دیگه مشکل هم داره؟ استقرار فکری هم به جا نیست، گاهی وقت توازن هم به جا نیست، همینطور بخواب هستم. خب درست برتان مولا. ممنونتون، لطف کردین تماس گرفتم. ما گفتیم تقریبا برادر فکر 46 سال است.
سن که زیاد میشه طبیعتا نیاز به خواب به شما کم شده میره و این یک حادثه بدر سپاری که 10 سال پیش تکرار کرده بود. ما یک اختلال داریم به نام اختلال استرس پس از سانحه. معمولا کسایی که چی این فجایع حوادث طبیعی سپاری میکنن و این حوادث به حد تهدید کننده است که حتی زندگی یا آدم نزدیک به مرگ میرسه یا شاید مرگ میباشه. اگر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه است، اگر ما راجع به اون معلومات بتم شاید وقت کافی را بگیرم، خوب است که با دکتر صاحبای روان اعصاب این هموطن ما صحبت کنه بره و کوشش نکنه که با یک گرفتن یک دوای بسیار عادی و معمول فکر کنه کلاگ پایش حل میشه. بهتر است که بره مشوره کنه. اگر اختلال استرس پس از سانحه برادر مبتلاست و او باعث بیخوابی شده، بهتر است که اختلال تداوی شود نه بیخوابی شود. اختلال تداوی شد، خواب خود به خود خوب میشه. در ارتباط با فواید خواب هم کمی صحبت بکنیم. ببینه مگه خواب بهترین فرصت است به خاطر بازسازی بدن ما، به خاطر ترمیم بدن ما، خصوصا قلب، مغز، کبد، سیستم هضمی و سیستم دفاعی. و میگه که خود خواب رکن اساسی یا رکن اساسی به خاطر یا یک مؤلفه خوب به خاطر سلامت روان جسم است. چند فایده بسیار عادی و معمول شما میخوایم که صحبت کنیم جمع. یکی از وظایفش است که خواب کافی یا خواب که از لحاظ کفایت درست باشه باعث تولید حجرات بیش از حد در مغز میشه. وظیفه دیگه خواب پاکسازی خود مغز است. معمولا اگر ما از طرف خواب ما از لحاظ کیفیت و کمیت مناسب باشه، خوب باشه، بیشترین مواد اضافه که در مغز جمع میشه اون وقت پاکسازی میشه. یعنی پاکسازی 60%ش در جریان خواب صورت میگیره. کسایی که درد دارن اگر خوابشان از لحاظ کیفیت و کمیت درست باشه باعث کاهش درد میشه. بنمو خاطر هم است که میگن تحقیقاتی که صورت گرفته بیشترین دکتر صاحبای جراح وقتی یک پروسه جراحی را سپاری میکنن توصیه میکنن که بیشترین وقت استراحت کنه. چرا؟ یکی از روش های کاهش درد خواب است. به خاطر تقویت حافظه خواب بهترین چیز است. بله. معمولا ما یک مشکلات حافظه که اکثر کسایی دارن دلیلش هم چی است؟ بیخوابی است. یا یک اختلال داریم ما به نام الزایمر. و معمولا در سن بعد از دهه 5-6 زندگی شروع میشه. به خاطر از اینکه ما در پیری به الزایمر مبتلا نشیم باید خواب ما آل از لحاظ کیفیت درست باشه. پیش کودک ها حاصل قیاس ما در شروع هم یک اشاره برشان داشتم. اگر پیش کودک خوابشان از لحاظ کیفیت و کمیت درست باشه، خصوصا اینمی 10 ساعتی که در سن 6 سالگی و 7 سالگی هستن کافی باشه، شاید که روند تحصیلیشان بسیار خوب باشه، راحت باشه، نمرات بسیار خوبی در مکتب و مدرسه داشته باشن، روابط اجتماعیشان بسیار خوب باشه، تغییرات رفتاری اصلا نداشته باشن. ورزش و مواد غذایی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ چرا نه؟ یک چیز دیگر که میخواستم اینجا اشاره کنم اوی است که بعضی کسا معمولا یا جزء فرهنگ ما شما شده که ما ناوقت غذای شب میخوریم و بعدش به خواب میریم. کوشش کنن که از طرف شب دوستا غذای شب سبک بخورن و بین استراحت میکنن و بین که به غذا میخورن و بستر خواب میرن حداقل 3-4 ساعت مسافه باشه. بله. بیشتر کسا بعد از 9 بجه شب 9 بجه خواب میکنن و یعنی باز خواب از طرف شب مختل میسازن. ممنونتون دکتر صاحب، لطف کردین در برنامه تشریف آوردین. انشالله که این موضوع بزرگی هست در برنامه های بعدی به بحث میگیره. ممنون از همراهی همه شما عزیزان، کسایی که با ما همراه بودین. دوست دارم که همیشه با ما در ارتباط باشین توسط پل‌های ارتباطی برنامه رسم زندگی که برمیگرده به 488 بعد از او کلید 47. فراموش نکنین از این طریق میتونین پیام‌های صوتیتون رو بر ما ارسال بکنین. در کنارش رخنامه‌ای برنامه رسم زندگی در اختیار شما عزیزان هست. میتونین پیام‌هایتون نظر و موضوعی که به اشتراک گذاشته میشه بر ما بفرستین و همچنان میتونین که برنامه‌های ما رو به گونه مکملش از طریق کانال خورشید در یوتیوب هم تماشا بکنید. تا دیدار بعد شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپارم. همیشه صحتمند باشین و متوجه خودتان هم باشین. بدرود.